استارفیلد رو بخریم یا نه؟ سلام همین دوستان عزیز من خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه دو روزی ویدیوی بلند نداشتم بخاطر یه دندون درد خیلی بدی که داشتم خیلی عذر میخوام و البته توی این روزا ما ویدیوی کوتاه داشتیم هر روز ولی خب ویدیوی بلند من نداشتم خیلی اخبارها زیاده و این چند روزه همش صحبت راجع استارفیلد دلیل چه چون 6 سپتامبر قرار استارفیلد ریلیز بشه و البته الان گیم پلیش در دسترس قرار گرفته منتقدا دارن این بازی رو نقد میکنن و حالا بالاخره یک سری حالا حرف صحبت اینا راجبش در اومده البته خیلی نخواستن اسپویل بکنن البته خب خیلی از این گیمرها و های بزرگ بازی رو استارت زدن و دارن مثلا پارتی که بازی رو گذاشتن آپلود کردن که اگه نمیخواید اسپویل بشه بهتون پیشنهاد نمیکنم برید ببینید اما این ویدیو اصلا اسپویل نداره این ویدیو فقط میخوام فیک... یه سری صحبتایی که توی حالا منتقدا راجع بازی کردن رو بهتون بگم و حالا تصمیم با خودتونه که آیا این بازی رو میخواید بخرید یا نه ادامه ویدیو کانال تو من سابسکرایب کنید زنگ رو بزنید ویدیو رو هم لایک بکنید همین الان یه کامنت هم رو بزنید خب استارفیلد بازی که همین الان توی استیم قیمت نسخه عادیش 70 دلاره و پریمیوم ادیشنش 100 دلاره و مشخصات نسبتا خوبیم باید کامپیوتر شما داشته باش که بتونید بازی روی کامپیوتر خیلی اوکی بیارید بالا یعنی با یه سیستم خیلی معمولی شما نمیتونید بازی رو یعنی شاید اجرا بشه فکر بکنید که آ وای مثلا الان چه گیم خیلی خفنی مثلا خیلی نمیتونی خوب تجربهش بکنید بعد کامپیوترتون کامپیوتر خوبی باشه اما پیشنهاد من اینه که روی کنسول بازی کنید اگه شما ایکس باکس سری ایکس و سری اس دارید این بازی رو میتونید راحت بازی کنید بازی که حجم 125 گیگی داره من چیزی که دیدم داخل استیم بود حالا حجمش روی کنسول نمیدونم به چه صورت ولی توی استیم دیدم که 125 گیگابایت حجم بازی پس بازی کوچیکی نیست استارفیلد من دوست دارم از اونجایی که بازی جاه طلبانه ایه بازی که به نظر من قرار نیست مثلا شما این بازی رو تجربه کنید و بره بازی که قرار سالیان سال باشه اگه بخوام یه مثالی براتون بزنم شاید یه مثال یه مثال خیلی بدی باشه مثل جی تی ای وی, جی تی ای وی که سال 2013 اومد مطمئنم راکستار همون موقع پیش بینی میکرد که این بازی قرار سالیان و سال باشه و تجربهش بکنن 100 ست درصد استارفیلدی که همین الان در دسترس بعضی حالا گیمرهای خاص قرار گرفته وقتی شما به گیم پلی نگاه میکنی سری ایرادات داره بدون شک نیست اصلا هر بازی تو این دنیا ایرادات باگای با خودشونو داره اینکه بازی اومده یه فضای جدیدی رو به ما نشون بده شما فرض کن داری یه الدر یا داری یه Fallout بازی میکنی ولی خیلی پیشرفته تر و نگاه بازیساز که به آینده دنیای بازی ویدیویی داره رو قشنگ داخل این گیم آورده و توی صحبت هایی که من توی ادامه ویدیو بهتون میگم کاملا متوجه میشید که بازی خیلی بازی جاه طلبانه ای. یه نکته خیلی جالبه که من خیلی دوست داشتم و برام جالب بودی سویچ کردن دوربین یعنی شما دوربین بین اول شخص و سوم شخص سویچ بکنید این دیگه بعد سلیقه‌ایه و البته توی خیلی از جاهای بازی شما اصلا بعضی موقع باید حتما اول شخص سویچ بکنید و بازی رو خیلی راحت میبرید جلو بعضی جاها هم نه باید سه اون شخص بزنید مثلا من دیدم که تو خیلی از جاهای بازی که فایت هم زیاد توی ادامه ویدیو بهتون میگم که فایت خیلی تو این بازی شما زیاد دارید اینکه دوربین و اکثر گیمرها دیدم روی اول شخص سویچ میکنند و فایت انجام میدم مثل اینکه اصلا کلا شوتر اول شخص توی بازی های فایت اینطوری خیلی بیشتر حال میده و خودم اینطوری بیشتر دوست دارم یعنی بخوام خیلی رابز میگم کال اف دیوتی دیگه میدونید اما مثلا خیلی جایی که شما مثلا دوست دارید فضاها رو خیلی وسیعتر ببینید و توی شهرها میگردید نه اونجا درون اول شخص میکنید که بتونید خیلی راحت توی حالا اون مناظر اون شهرهایی که هست و سیاره ها شما بگردید بازی ام های عجیبی داره اصلا کلا راجع به ام پی سری صحبت ها دارم باهاتون حالا برای اون کسی که نمیدونه ام پی چی ام پی سی که توی بازی میذارن دیگه این موجودات و کاراکترهایی که توی بازی میذارن بهشون میگن ام پی سی بازی موسیقیش خیلی موسیقی خوبیه یعنی به نظر من یکی از نقاط مثبت این بازی موسیقیش خیلی موسیقی قوی داره بچه من دارم پایین نگاه میکنم چون اینجا یادداشت کردم و حالا اون نکاتی که راجع بازی هست میخوام بهتون بگم جو بازی طوریه که شما میتونید بازی صدها ساعت بازی کنید یعنی یه بازی خط داستانی داره که شما باید اون خط داستانی برید حالا به غیر اون خط داستانی معمولیت های فری داره که مثل خیلی از بازی های اوپن ورد و آر پی جی شما میتونید بازی رو ست ها ساعت بازی بکنید و خسته کننده نیست البته تو خیلی از جای بازی چرا شاید یه خسته بشید ولی اگه بخش داستانیشو برید جلو نبازی واقعا خسته کننده هم نیست سبک بازی آر و شما با شخصت خودتون رو بسازید شخصی سازی و کاستومایز داخل این بازی واقعا فوق العاده است توی ادامه ویدیو بهتون میگم یعنی یکی از نکات جالب این بازی همین کاستومایز کردن همه چیه یعنی توی بازی شما اکثر چیزا و شب شد. 90 درصد چیزا که توی این بازی میبینید شما میتونید کاستومایز بکنید اگه نخوام خیلی براتون قول دادم بهتون که این بازی اسپویل این ویدیو اسپویل نداره ولی خب اگه بخوام یه نکته ای راجبه حالا بخش داستانی بازی بهتون بگم این که شما اول شخص خودتون میسازی بعد تو یک سیاره خیلی عجیب قریب بازی استارت میخوره و با یه گروهی برخورد میکنید که من حالا نمیخوام خیلی اسپویل بکنم که بگم این گروه چیه کارش چیه اینا کاری ندارم ولی این ان ها یه مقداری برام چه به چه صورت میگم مثلا باشون که برخورد میکنید احساس میکنین که دست و پا ندارن اینقدر مثلا بیروح و شما مثلا اگه فرض کن اون انپیسی امپ... های اولی که مثلا توی بازی رد ردمشن دو باش برخورد میکردی کجا اون حس و حالی که بدین تو مثلا اولین ان هایی که مثلا شما داخل بازی استارفیلد باش برخورد میکنید خیلی تفاوت داره اینو حالا توی ادامه بهتون میگم که باز هم نمیتونم اینو یه نقطه منفی ببینم ولی ویس و صداگذاری این ویسی ها خیلی کاراکترهای جانبی بازی خیلی صداگذاریش خوب بود و یه چیز خیلی کوچولو هم بگم این که شخص شما صدا نداره حالا البته شاید جزء کشفیاتی باشه که شما اگه نخوام اسپویل بکنم داخل بازی میتونید متوجه بشید به این بازی معمولیت های اولیش خیلی حوصله سربره من همیشه میدونی چی میگم یه اعتقایی دارم راجب به بازی ها یعنی مثلا من یادم اسکایریم رو که بازی کردم درست اسکایریم هم بازیه RPG بود در رول پلی ولی واقعا اول بازی من محو شدم یعنی یادم اس کایریمو که بازی میکردم خیلی از بازی های اوپن ورلد وقتی من بازی میکردم واقعا محو بازی میشدم اول بازی اما استارفیلد رو وقتی نگاه کردم اول بازی شد نه یعنی اون اول بازی خیلی معمولیت ها حسل سربره یعنی اگه بخوام یه مثال خیلی خوبی حالا توی سبک آر پی جی هم نیست ولی توی دنیای گیم بزنن که اول بازی همیشه شما رو میخوب میکنه سری فرنچایز گاداواره یعنی گاداوار همیشه این یه نقطه مثبت این سری فرنچایزی که اول بازی اینجوری مشتی میزنه تو صورت گیمر که ببین من میخوام به توی بازی خیلی خفن نشون بدم و بشین ساعت ها بازی کن این بازی رو حالا شاید بعدش موقع حوصله سر بشه ولی اون اول اون برخورد اولی که گیمر با بازی داره خیلی مهمه توی استارفیل احساس میکنم که خیلی فکر نشده راجع به این و اینم بهتون میگم بازی اهداف بزرگتری داره بازی مثلا اومده یه حرف جدیدی به دنیای گیم بزنه بازی اومده بمونه یعنی این بازی سالیان سال هست آپدیت میشه شاید یه بخش آنلاین داشته باشه بخش مولتی پلی و به تو میگم جز بازیایی که نمیشه ازش ساده گذشت و با تمام ایراداتی که داره و یادتون اول ویدیو گفتم که این بازی فایت های زیادی داره یعنی شما داخل این بازی خیلی فایت میبینید یعنی اکثر جایی که میبینید امکان داره مثلا حتی با یک سری موجودات خیلی کوچیک هم فایت بکنید تنوع سلاح تو این بازی خیلی خوبه خیلی یعنی اینطوری نیست که شما مثلا یکی دو تا سلا پیدا بکنید و بگید خب فعلا من حالا باید با همین برم دارم. نه تنوع سلا داخل این بازی فوق العاده است و چیزی که بهتون میگم داخل این بازی خیلی نکته مثبتی داره همین کاستماایز کردنشه که توی ادامه ویدیو هم بیشتر راجعش تو توضیح میدم سیستم کاوش کردنه بین سیاره ها خیلی جالبه خب ما اولی که استارفیلد معرفی شد ما فکر میکردیم که خب آره الان مثلا ما یه بازی بزرگ این یعنی یادم من توی استریم اینو دیده بودم یه بازی بزرگ قراره ببینیم کلی سیاره داخلشه و جهان بازی به اندازه کلی سیاره هست. بعد مثلا خود بتستا خود ماکروسافت الان که که با... نه با اینطوری نیست شما وقتی مثلا ایه سیاره به ایه سیاره دیگه میخواید برید تصویر سیام میشه دوباره لود میشه و این لود شدن یعنی اینکه بازی جهان نیست یعنی اینطوری نیست که مثلا مثل GTA شما یه تویر مپی باشی هی نه دیگه اون حالت مپ گنده کل سیاره ها نیست وقتی تصویر سیاه میشه لود میشه اما همین سیستم کاوشگر ولی اینکه شما میتونید از یه سیاره بلند شید برید یه سیاره دیگه خودش خیلی اتفاق قشنگ و جالبیه من خیلی این بخش رو دوست دارم فکر کنم اگه اشتباه نکنم سفر به ما هم شما میتونید داشته باشید میتونید به ما هم سفر کنید و این خیلی جالبه اما چیزی که من متوجه شدم و خیلی هم گفتم گفتن این که وقتی شما وارد یه سیاره دیگه و یه سیاره ناشناخته میشید یعنی میرید اصلا هیچ اطلاعات از اون سیار ندارید خب وقتی که کاوش میکنید میدوید اینا اولش خیلی جاره بعد که یه مقداری بیشتر میگردید اون سیاره میبینید که خیلی اتفاقای تکراری داره میفته واسهتون و سریع حوصله‌تون سر رو و برمیگردید مثلا به همون جای اصلیتون و داستان بازی بری یعنی خیلی فعلا کار نکردن یا بهتون میگم شاید توی یه سری آپدیت های بعدی این بازی یه سری اتفاقاتی توی یه سری سیاره ها بیفته یا اینکه بازی رو بخواید ببرید جالی فعلا توی این بخش اول بازی شما فعلا هنوز هیچ اتفاقی توی سیاره نیفت حالا بعدا به چه صورت آیا شما میتونید سیاره خودتونم بسازید یعنی مثلا توی اون سیاره بخواید یه سری حالا چه میدونم ایسگاه بزنید و خیلی اتفاقای دیگه ولی چیزی که من دارم بهتون انتقال میدم حرف خیلی از منتقدای این بازی بود یه مقدار راجع به جنگ بین سفینا هم حالا صحبت کردن و من گیم پلی دیدم اینکه خیلی اتفاق خارق ای شما قرار نیست مثلا ببینید بله شما یک فایت خیلی اوکی بین سفینه ها رو دارید اینکه فکر کنید که آره الان مثلا من قرار یه اتفاق عجیب و خارق العاده ببینم نه یه فایتیه که ها سفینه اینور میره اونور شما یه حالا نشانه ای دارید با اول مثلا به موتور شلیک بکنید تا اون صعود یه چیز خیلی قابل پیش بینیه یعنی خیلی اتفاق به تو میگم خارق العاده ای تو این بخش نیفتاده اما اینکه اون بک شما سیاره رو میبینید توی فضای حالا اون توی فضا هستید اون سیستم حالا تاریکی فضا و ستاره که می خیلی اتفاق جالبیه بعضی موقع هم که میچرخید اون نور خورشیدم بهتون میخوره نور پردازی بازی گرافیک بازی خوب بود خیلی عالی و خارق العاده بهتون میگم وا مثلا نگاه کنی محو میشی نه خوب بود گرافیک بازی ولی نورپردازی رو من خیلی دوست داشتم و ولی بهتون میگم توی سیستم فایت شما خیلی اتفاق خارق ای انتظار نداشته باشید یه فایت خیلی ساده ای بین دو تا سفینه تو خیلی از گیم ها هم ما دیده بودیم بازی هایی که های مثلا هست شما مثلا میرید با یه دیگه فایت همچین سیستمی داخل این بازی هست خیلی من راجبه این سفینا خیلی صحبت دارم اولش اینکه کاستومایز کرده سفینا خیلی جالبه یعنی شما این که میتونی سفینه خودتو بسازی و از کوچیکترین جزئیاتش رو میتونید انتخاب بکنید تا اون حالا چه میدونم به سیستم سفینتون به چه صورت خیلی اتفاق جالبیه یعنی شما فرض کن یه سفینه درست میکنیم یعنی خیلی برام جالبه یعنی من واقعا خیلی دوست داشتم خیلی زیاد خیلی زیاد اما یه سری اتفاقات خیلی عجیبه میو شما مثلا سفینه خودتون میسازی خدمه خودت هم داری مثلا وقتی سفینه پرواز میکنه و شما داری با خدمه صحبت میکنی دفعه خدمه معلق میشه بعد این معلق شدن خیلی باگه یه خیلی عجیب غریب الان شما تو دارید میبینید. خیلی عجیب غریبه ولی خب نمیدونم حالا دلیل خاصی داره توی آپدیت های بعدی درست میشه نمیدونم ولی بعضی جا هم به خاطر این سویچ کردن سیست دوربین اول شخص و سوم شخص مقداری بازی حالت باگ میشه که بهتون میگم بازی ایراداتی داره و اما اینطوری نیست که بتون بگم یه ایراده خیلی فاش مثلا یه سایبر پانک یادتونه که چقدر ایراد نه در این حد نیست ولی بازی ایرادات و باگای خودش رو داره که 100 درصد تو آبدیت های بعدی حتما درست میشه و بتونم گفتم استارفیلد بازی که قراره بمونه سالیان سال تمام صحبت هایی که به نظر من با راجع به استارفیلد گفته بشه اگه من بخوام بین 0 تا ده یک امتیاز به استارفیلد بدم بدون شک امتیاز من شماره هفت چون من بازی های دیگه ای که من نگاه میکنم خب مثلا من میام یه گیمی مثل Red Dead Redemption دو رو مثلا نمره نه بهش میدم یه بازی مثل مثلا Legend of Zelda رو میام نمره نه بهش پس نمیتونم به Starfield یه نمره 8 یا نه بدم صد درصد یه نمره پایین تر میدم نمره هفته ولی بهتون میگم این بازی بعدها خیلی اتفاقات بزرگی داخلش میفته اگه شما عاشق گیم های رول پلی مثل بازی اسکایری مثل فالوت هستید صد درصد بهتون پیشنهاد میکنم البته دیگه بحث هزینه‌ش هم شو دیگه دارید چون میبینید ما داریم فرض بر این میگیریم که شما بازی رو قانونی تهیه میکنید دیگه چون من مثلا بعضی موقع توی صحبت میکنم خیلی هم میگن که با مثلا ما میریم بازی رو هکی میریزیم حالا من خیلی سیستم ایکس باکس رو نمیدونم مثلا میریم بازی رو هکی میریزیم و اینا ولی من دارم حالا قانونی طورش میگم شما این بازی رو بخواید تهیه بکنید 70 دلار بر کامپیوتر هزینه بکنید حالا ایکس باکس رو نمیدونم و پریمیوم ادیشنش رو با 100 دلار پول بدید دیگه با این سیستم دلار اینجور چیزا دیگه بدون قیمت بازی چقدر 125 گیگ هم هج داره دیگه تشخیص با شماست و 100 درصد توی بخش کامنتا بنویسید که آیا استارفیلد رو می خرید یا نه دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر دیدید اگه دوست دارید دوباره از این مدل ویدیو که آیا بخریم یا نخریم براتون بسازم حتما توی بخش کامنتا بنویسید کانال تو منم سابسکرایب بکنید بوس بدم و تک تکتون من رسان هستم خدا نگهدار